رویترز در گزارشی می نویسد گرچه دولت ایالات متحده آمریکا آمادگی واشنگتن را برای مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر بازگشت به توافق برجام اعلام کرده، اما احتمالاً دو کشور مسیر طولانی و ناهموار در پیش رو خواهند داشت. مهدی آرامی گزارش می دهد. بنا به این گزارش، احیای برجام با دو چالش اساسی روبروست. اول تحریم هایی که دولت پرزیدنت ترامپ در پی خروج از توافق علیه ایران اعمال کرد و اقدام ایران که تصمیم گرفت توافق را نقض کند. برجام آمریکا را متحد به لغو تحریم های اتمی می کرد، اما دولت ترامپ پس از خروج از آن تحریم های جدیدی را به علت حمایت رژیم ایران از تروریسم وضع کرد. گزارش به نقل از تحلیلگران میگوید حالا برای پرزیدنت بایدن دشوار و شاید غیر ممکن باشد که به درخواست ایران برای لغو این تحریم ها عمل کند، زیرا با انتقاد جمهوری خواهان و شاید شماری از همحزبی های دموکرات خود مواجه شود. رویترز حمایت رژیم ایران از گروه های نیابتیش در منطقه را چالش دیگر می داند، به ویژه با توجه به حملات به نیروهای آمریکایی در عراق. یکی از پیچیدگی‌های دیگر در این مسیر ناهموار به گفته رویترز حبس شماری از شهروندان آمریکایی در زندان‌های ایران است، موضوعی که بنا به گزارش مقام‌های آمریکایی مذاکره درباره آن را با رژیم ایران آغاز کردند. مهدی آرامی، صدای آمریکا.